پیام تسلیت احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان به کشور ایران. هموطنان گرامی، درود و سلام بر شما. پیام تسلیت احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان به کشور ایران. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان حمله تروریستی در شهر کرمان ایران را محکوم و به کشور و ملت ایران تسلیت گفته است. متاسفم که این که میبینم امروز ملت بزرگ ایران مورد حمله تروریستی دشمنان اسلام قرار گرفته است. درد و داغ ناشی از شهادت ده‌ها تن از شهروندان بیگناه کشور دوست و برادر ایران در پی دو انفجار توسط دشمنان انسانیت را درد خویش دانسته و عرض تسلیت دارم. رهبر جبهه مقاومت ملی تصریح کرده است که تروریسم سالهاست که دامنگیر منطقه شده و از مردم قربانی میگیرد و افغانستان زیر سلطه طالبان به لانه امن تروریست های بین المللی تبدیل شده است. پدیده شوم تروریسم از سالها بدین سو دامنگیر منطقه شده و همواره از مردم ما قربانی میگیرد. ما به عنوان مردمی که بیش از نیم قرن در آتش تروریسم سوخته ایم و متاسفانه امروز کشور ما تبدیل به لانه امن تروریست های منطقه ای و بین المللی شده است. درد امروز ملت بزرگ ایران را بیشتر از هر کسی دیگری درک میکنیم. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان تاکید بر مشترکات تمدنی و فرهنگی میان افغانستان و ایران را راه دست یافتن به امنیت خوانده است. ما در کنار مردم دوست و شریف ایران در مبارزه مشترک برای رسیدن به امنیت و آرامش در برابر ایدئولوژی های افراطی و بیگناه از فرهنگ، دین و تمدن مشترکمان می ایستیم. نگفتم ات مرم آنجا که آشنات منم. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید.